برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه خوب و جمعه متفاوت، جمعه هفتم فوریه است، در نتیجه 18 بهمن است. همطور که روی صفحه ملاحظه میکنید، عزیزانی که از راه تلفن یا از طریق رادیو در حقیقت یا ساتلایت در ایران پیگیر برنامه ما هستن، بعدشون برسونم که گفتگو میکنیم با آقای اسفندیار منفردزاده نازنین. اجازه بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای منفردزاده و تشکر کنم از حضورش در برنامه. آقای منفردزاده، موضوع اصلی موضوع انتخابات ما. هفته پیشم یک کوتاه گفتگویی در خدمت شما داشتیم، شما هم یه سری نظریات داشتید. دلم میخواد الان که فرصت پدید آمده اینجا بیشتر به این موضوع بپردازیم و ببینیم که چی میبینی، چون الان خیلی راجع به این انتخابات پیش رو دارن صحبت میکنم. میخوام نظر شما رو به طور مستقل و کامل بشنوم. بفرمایید، ما میشنویم فرمایش شما رو. این به ویژه مثل اون منطقه اینه که میخوای گلستانش کنی، غیر ممکنه. جهان گلخارستان بوده هست. I'm
شهرامونان، بزرگان، تمام موازانی که سطح اول هستند، شناخته شده را رهبران و اونها به حق ما مردم رو گوش کنند که اگر فرطفراست، نقلش کنند میگن بلده، اگر درسته، اونها بگن که بکنید انتخابات یا انتصابات یا انتصابات اینا همش چه سال تجربه شده؟ خب میدونم آقای منفرض‌زاده، مسئله اینه که این نظام فاسد، این نظام اهریمن که من اسمشو گذاشتم اهریمن، اما مسئله اینه که وقتی به این نظام نگاه میکنیم همه مزارع اهریمن رو درش میبینیم و این فرم دموکراتیک رو داره، یعنی انتخابات هست، نمیدونم چی هم، مجلس هست، قانون هست، قوه قضاییه، ولی هیچ کدومش مثل جاهای دیگه دنیا نیست، حتی مثل دیکتاتوری ها هم نیست، یه نظام عجیب و غریبه و اهریمن واقعا به مصداق کامل تعریف عینیشه. حالا ما 40 سال این ماجرا رو دیدیم، چرا امسال فهم میکنی تفاوت داره و نباید در این انتخابات شرکت کرد؟ چه تفاوتی انتخابات با انتخابات گذشته میتونه داشته باشه؟ چرا نباید این بار اصرار بر عدم شرکت هست؟ آره، ولی آقای منفذر این نکته که گفتی خیلی جالبه، برای اینکه من چند بار به این موضوع اشاره کردم که رأی در
لغت یعنی نظر، رأی در لغت یعنی نظر. این که میگن رأی میگیرین یعنی نظر شما رو میخوام بپرسن که نظر شما چیه. این با انتخابات فرق میکنه. نمیدونم چرا بزرگان ما که اون روز اول اومدن این لغت رو مثلا ترجمه کنن، الکشن رو، چرا این لغت رو به انتخابات نگفتن و رأی گیری گفتن. این رأی گیری یعنی نظرتو اعلام کن. این یه جوری هم درسته هم غلطه. بنابراین ما توی جامعه‌ای که حق نظر ندارد و یه ولی فقیه بر مصدر امور هست و اوست که تعیین میکند، اصلا رأی گیری چه معنی داره؟ اصلا اساسش بر باطل است. از نظر شکلی، محتوایی، هر جوری بخوایم حساب بکنی، وقتی میگه رأی تو بده یعنی نظر تو بگو، وقتی من زیر سیطره ولی فقیه هستم یعنی جز صغارم، جز نااهلم، صاحب عقل نیستم، بنابراین یک کسی بایستی بیاد به جای من فکر کنه و عقل من باشه، چه رأی چی؟ چه نظری من دارم؟ اساسش اصلا غلطه به نظر من. از نظر شکل و محتوا غلطه. باید به این یه فکری رو انجام داد. اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری من فکر می کنم دو ماه دیگه نیست، سال بعده، یعنی دو سال دیگه است. چون سال 96 انتخابات بوده، هر 4 سال یه بار، الان 98 اسفند که بیاد و نمیدونم فروردین که بشود میشه 99، سال دیگه است. یک سال و اندی تا انتخابات رئیس جمهوری باقی مونده. ولی یه چیزی این وسط هست و اونم ماجرایی است که یه وهمه، یه خیاله که مرگ خامنه‌ای ممکنه همه اوضاع رو تغییر بده. من میخوام بپرسم که این وهم و خیال رو چجور به واقع برسونیم، به وضعیت امروز. حالا خامنه‌ای میمیره، هر اتفاقی میفته، الان تکلیف چیه؟ همین لحظه چه باید کرد من کدام است؟ بفهمید تا بشنم. I'm going to go to the next one.
آره دیگه، بعد از واقعه در حقیقت میشه دنبال کرد که ببینیم که واقعا آیا کار دیگه هم میشد کرد و اینا. خب اینا مسائلی است که بعد اتفاق میفته، ولی امروز به نظر من همین ماجراست. اساسا انتخابات در جمهوری اسلامی به باور من معنا نداره، هیچ چیزیش معنا نداره. گفتم به خاطر اینکه این برای من ولایت فقیه داره. تا زمانی که ولایت فقیه باشه، یعنی یک کسی باشه که بر من، عقل من حکومت میکنه، به جای من تصمیم میگیره، من دیگه چه سلب اختیار از من، من دیگه نیازی نیست که رأی بدم. آقا هرچی مامان جونم بگه، هرچی آقا جون بگه، هرچی اون بگه باید همونو انجام داد. بنابراین این که حالا خوشبختانه به یه نقطه رسیدیم که دیگه خودشون داستان اصلاح طلب اصولگرا اونم از بین بردن، یعنی دیگه اونم وجود نداره، ولی التماس این که بیا حتما در انتخابات شرکت کن، این رو برده زیر علامت سوال. یعنی داره التماس میکنه که آقا تو رستاباس بیا تو انتخابات شرکت کن. اون میگه اگه منم دوست نداری، کار به اینجا رسیده که خامنه‌ای میگه به خاطر ایران. حالا دیگه اینجا ایران براش معنی پیدا کرد، به خاطر ایران هم که شده بیا رأی بده. آیا مردم به خاطر ایران باید برن رأی بدن؟ آقای منفردزاده چی میبینی صحنه رو؟ Thank you.
ممنون از شما. عرضم به حضورت که نکته خوبی رو اشاره کردی آقای منفذزاده. من اون موقع یادم سال فکر میکنم 59 بود که بهشتی این یکی از فاسدترین اینها یک شورای نمیدونم قضایی رو در اختیار گرفته بود، بعد اومد گفتش که ما به این قضات احتیاج نداریم. یعنی اینا همه جا رو چنگ انداختن و نه به صورت خزنده بلکه به صورت کاملا آشکار اسلحه رو گذاشتن تو سینه مردم و بعد گفتن که هرچی ما میگیم باید اجرا کنید وگرنه تیر میزنن بهت. من میدونم شما خاطره ای داری از ماجرای کانون پرورشی فکری کودکان نوجوان که چجوری یارو اسلحه رو کشید و گفت برید که نه وگرنه شلیک میکنه و شما رای جز کنار رفتن برات باقی نمونه. نامدن یه مدرسه قضایی درست کردن گفتن خودمون درست میکنیم و بچه های بی سواد از کلاس 9 رو آوردن اونجا و کردن بازجو و شخصیت های مهم مملکت با سواد و خب یارو دیوونه میشه اگه یه بازجوی نادان بذاری در مقابل یه دانشمند. خب دانشمنده نمیتونه با اون پرسشو پاسخ کنه، دیوونه میشه، هرچی بگه اون بدتر فقط جز عصبانی شدن چیزی دیگه براش باقی نمیمونه. اینا هیچ کارو خزنده به نظر من انجام ندادن بلکه به صورت آشکار اصلا رو گذاشت تو سینه طرف گفت برو کنار وگرنه شلیک میکنه. راه دیگه ای وجود نداشت جز این. ولی امروز شرایط عوض شده. امروز نمیتونه اثر بذاره تو سینه، مجبوره رو قایم شه تو نیزارا اپوش با مسلسل بزنه، در هر دو صورت میزنه، ولی تفاوت بین این زدن با اون زدن هست. من میخوام به این نکته برسم، نه اینکه جای دور نشستم میگم برو کشته میشی چیزی نیست، نه، کشته شدن خیلی هم چیز بدیه، خیلی هم کار بدیه، ولی تفاوت این دوتا رو میخوام بسنجم با هم. شما فکر میکنی هنوزم هستن کسانی که معتقد باشن باید رفت و رأی داد؟ از اون بزرگانی که در جلسه پیشین در انتخابات، البته اون انتخابات نه رئیسی روحانی بود که الان همین تطلورم پاش رفته تو چاله، اونم کشیده بودن به بازی، فکر میکنی هنوزم کسی باشه که بتونه در مقابل این بیسته؟ یا اینکه وقتی من این رو مطرح کردم رفیق خوبم نازنین ایرج مستاقی خوب ما
گو آقا باید مرجعیت داشته باشه کسی که این حرفو میزنه. این مرجعیت چیه به نظر تو؟ باید مرجعیت وجود داشته باشه آقای منفردزاده تا آدم حرفشو بزنه؟ حتما باید حرف از زبان مرجع بیرون بیاد. چیه داستان؟ I'm going to go to the next slide.
نه دقیق گفتی، دقیق گفتی. نهاد بین‌الملل میخواد چی کار بکنه برای ما؟ چی کاری میخواد بکنه؟ به نظر من راه مردم ما به دست مردم حل میشه. اگر کسانی منتظرن که فرض کن آمریکا، انگلستان، فرانسه یه کسی رو چه میدونم خوابنما بشه، تصمیم بگیره که ایران رو تغییر بده، خب اینا در اشتباه کاملا، برای اینکه همه اینها قسم میخورن در اون روز که حامی منافع کشورشون باشه. من ساعت پیش با آقای آلبرت صحبت میکردم راجبه همین پاره کردن نامه توسط خانم پولسی. خانم پولسی گفت آقا این کاغذ رو پاره کرد برای اینکه همه ای حرفایی که اون آقا زد رئیس جمهور همش دروغ بود، از اوباما، از کارهایی که کرده، از هر چی که گفت، من دروغ رو در حقیقت جلوی دوربین پاره کردم. مسئله اینه که اگر تو فکر کنی اون آقا میگه این آقا اومده، آقای منفرزاده از شما میپرسن آیا واقعا فکر میکنی که چون یه دهی معتقدن که از وقتی ترامپ اومده شرایط ایران تنگتر شده، آیا این رو در اثر فشاری که به مردم وارد شده و تقلایی که مردم دارن میکنن میدونی، یا اینکه اینو ظهور آقای ترامپ در این قصه معنا میکنه؟ کدام یکیش؟ درود به شما آقای منفرزاده. بنابراین میخوام در همین جا دعوت کنم از شما که روز دوشنبه در برنامه‌ای که به همت سرکار خانم نیره انصاری و آقای روحانی به مناسبت انتخابات پیش رو و اینکه چرا نباید در این انتخابات شرکت کرد تهیه شده، از شما دعوت میکنیم که اگر شما اجازه بدید شما را در لیست مهمانان قرار بدیم و از دانش و تجربه شما هم استفاده بکنه. ممنونم پرتونال بری برای که این امکان همیشه دست نمیده. من هم شایدم بسیار ممنون و متشکر. سپاس و صد سپاس از همه مهرت به میهن، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار دادی. ولی آقای منفرزاده شما دیر به دیر به سراغ ما میاد. من دلم میخواد که اقلن هر دو هفته یه بار بتونیم با شما گپ و گفتگو داشته. شما گنجینه بزرگی هستی، سوای این که حالا موسیقین هستی، خالق آثار ماندگار هستی، اما تجربه بزرگی هستی برای مردم ایران. آقای منفرزاده از شما تشکر میکنم، از همه همدلی و همراهیت سپاسگزارم و میخوام از شما خواهش کنم که شما بیشتر مهر کنی و با ما همراه باشی و تا بتونیم از تجربه و دانش شما استفاده کنیم. ممنون آقای منفرزاده، متشکرم. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای منفرزاده رو.
امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. مهمترین مسئله عدم شرکت ما در انتخابات است. این انتخابات قلابیه، دروغیه، دنیا نگاهش دیگر است. همونطور که گفتم حتی خود نظام هم شرایط دیگه‌ای رو داره، مثل 20 سال پیش و مثل 5 سال پیش هم نیست، چه برسه مثل 40 سال پیش. بنابراین میبینی که حتی اسلحه رو دیگه جرئت نمیکنه تو سینت بگیره، میره از پشت یواشکی علای نیزارها به تیر میزنه. فرق کرده شرایط. بنابراین عدم شرکت در انتخابات یه قدم مؤثره برای همه ما. خواهش میکنم از شما به این برنامه ها توجه کنید. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید، حمایت مالی رو هم فراموش نکنید. سپاسگزار مهرت هستم. ممنون از شما. Love.